السلام علیکم دوستان ارجمند و مخلصان همیشگی برنامه های تلویزیون ورزش. مرحله گروهی چمپیونات اروپا با فوتبال با انجام رسید و ما اکنون در برنامه امروز در پخش مستقیم از توی مرکزی تلویزیون ورزش بازی دور سوم رقابت های گروهی چمپیونات اروپا را به رشته بس و تحلیل میکشیم. من گلروز خنازرزاده هستم، همراه با من در استودیو قرار دارن همکسبان من مهروور کشور و ایمونبک شادی بگزاد. خوب خوش آمدید همکسبان به برنامه و طور ما شما میدونیم مرحله گروهی الکای به انجام رسید، دستایی که به دور هشتگ نمیروی خود را هموار کردن الکای معلوم هستند و ما در برنامه قبلی همراه با پرویز و ایمونبک در مورد بازی های دور دویم رقابت های گروهی صحبت کردیم، حتی بحث های جالب هم اینجا به میان آمدن، خصوص در مورد منتخب انگلیا و اون سبک اسلوبی که دست مذکور دارد. و عین زمان ما در مورد بازی های دور سوم اکنون صحبت خود را آغاز میکنیم و از گروه A یا خود از گروه A شروع میگردانیم که در اینجا در دور سوم رقابت های گروهی منتخب آلمان بر مقابل شویتسریا بازیش را برگزار نمود و منتخب ونگری باشد بر مقابل شاتلاندیا اندر میدان رقابت گردیدند. خوب از رقابت هایی که در مرحله اخیر در دور سوم برگزار شدند، اگر ما بازی دستای شویتسریا و آلمان را بس بینمایم و اندکه در مورد اون صحبت کنیم، آیا برای منتخب آلمان لازم بود تا حتما میگویم که بسیارم زیاد کوشش کنه تا حتما و حتما غلبه به دست آورد، یا خود نتیجه مساوی که بازی با حساب یک برای جنب بس شد هر دو دسته را قناعتمند میکرد و زیاد دسته به حمله نمیرفتند؟ میدونید چمپیونات اروپا برای دسته غالب از هفت رقابت عبارت است. برای همین گفتن که قوا را صرفه کردن برای بازی های آینده عموماً لازمیت ندارد. برای همین دسته باید که برای به قول تانوس بازی را گونه کردن باید که حتما در هر رقابت که نو بس از آن که نتیجه نهایی مهمیت دارد یا نه بازی بهترین خود را نشان میدهد. آلمان اقتداری بلند دارد، حیات خیلی جوان، برای همین دسته در هر رقابت ما دیده شدیم که تنها برای پیروزی بازی میکند. بله کم و بیش بهای مفصل دادن به بازی آلمان ناممکن است، چون رقیبان سطح بلند را مقابل آنها در گروه ندیدیم. با تمام احترام به رقیبان این دسته در هشتگ نهایی و چهارگ نهایی خواهیم دید که آلمان چی نشان داده میتواند، اما عین زمان آلمان یکی از دستهایی است که بازی باوری بخش و بدون ضعفیت ها نشان ایستاده است. و آنه که مبارزه برای اشغال زینه اول بود و آلمان البته مجبور شد که تو با آخر مبارزه ببرد، این چیزم البته وادار میکنند تا که چگونه که میروار گفت حفظ کردن نیروی خود برای بازوی بعدی هم یک طرف گذاشته میشد، بعدن علاقه برای حسانتر دریافت کردن حریف در بازی نخست پلی آف دست هم از برای همین کوشش میکنند که کلی بازی را اگر شود با پیوزی ها جنبست کنند. البته آلمان فکر میکنم با آن بازی که این حال نشان میدهد بازی بسیار هم اپتیمیستیکی هست، یک روزی این بینانه نشون میداد و البته ما در مرحله پیروز پلی آف خواهیم دید که مقابل حریفان سختتر چگونه مبارزه برد، ولی که این عین حال با چنین نتیجه آلمان را که فاوریتون برای پیروزی هم حتی گفتن ممکن است. یک چیز در مورد منتخب آلمان همین که ما و شما در بازی این تیم مشاهده میکنیم که خط دفاعی دست مسئول خیلی بلند بازی میکند، خوب در رقابت با دستای مثل ونگری و شویتسر و شاتلاندیا این شاید اونقدر زیاد به چشم نرسد، یعنی رقیبان میتوانند جزا بدن، ولی جزایی که میتواند به تلفات خود به فوجه آلمان بیارد چون این جزا نباشد. اما تصور کنیم با انگلیا یا با فرانسه با اسپانیا با چنین دستا اگر به میدان رقابت برشن، مگر این خط دفاع خیلی بلند و بازی اگریسیوی مشکلات اساسی آلمان شده نمیتواند؟ مقابل انگلیا دلخواه سبک استفاده شود کفایه است، انگلیا بنهایت ضعیف است، منتخبش نه سرمربیش رو تنها در نظر دارم. برای این مقابل انگلیا مثالی بد آوردید گروز، اما اسپانیا و فرانسه اینجا سوال دیگر به میان میاد. واقعا زید اسپانیا عموما با پرسینگی بلند بازی کردن نمیشود، شروع از سال 2008 اینجانب یگان دسته مقابل اسپانیا کشوده با پرسینگی بلند بازی نمیکند و آلمان هم چنین بازی نخواهد کرد، زیرا که اسپانیا کنترل توپ رو زیاد میگیرد به خود و عین زمان مدعی شدیم که دسته کانورها رو سخت استفاده میبرد. برای همین آلمان 100% مقابل وابسته به بازی رقیب خود را مطابق میگرداند، اگر که به حالت کار میکند که میتواند به نظام در آوردن در همین چمپیونات خانگی، زیرا برای آنها هم نتیجه ضرور است. ببینید ما بسیار تنقید میکنیم انگلیا را، لیکن انگلیا نتیجه به دست میورد با
هرچند میروور و حتی ایمون بیگ منتخب انگلیا رو ضعیف میشمورن بینندگان ارجمند من فکر میکنم منتخب من ضعیف میشمورم من یکی از فاوریت تو بازی انگلیا برای من معقول نیست ضعیفه عمان در برای ضعیفی گپ نمیزنه خب دستا ضعیف نیست بازی اش ضعیف است این دو مفهوم فرق نداره است بازی ضعیف مربیش کالخوس نه بازی ضعیف هم هر کس گویم که هر خل میفهمد بازی ضعیف گفته شما کدام شکل بازی رو در نظر دارید بازی ضعیف باشد و نتیجه به دست آید من فکر ندارم که ضعیف است با انگلیا ما میبیایم انگلیا موضوع دیگر است تو انگلیا ما حتما میرسیم و این سوال البته جای خود رو دارم انگلیا موضوع بسیار هم جنجالی است بخیرم و بازم البته ما به انگلیا میبیایم خوب بازیگران منتخب آلمان توانستند در رفت رقابت دان خود شویتسریا در آخر دیدور با گل زده فولکروگ حساب را برابر کنند نتیجه این رقابت یک بر یک شد و منتخب آلمان اون نتیجه که میخواست به دست دارد اگر گویم که به دست آورد خطا نخواهیم کرد بازی دیگر این گروه دوستان ارجمند با اشتراک منتخب آلمان با 7 خل زینه اول را میگیرد شویتسریا در این گروه زینه دوم را از خود میکند ونگر 3 خل میگیرد در زینه سوم قرار میگیرد شتلند باشد 1 خل میگیرد و در زینه چهارم موقع خود را پیدا میکند ونگریا و شتلندیا از این گروه نمبر آمدند ونگریا توسط زینه سوم هم نتوانست روی خود را به مرحله نوبتی هموار بنماید خوب دوستان ارجمند اکنون میگذاریم به بازی های گروه بی خود رسان میکنم که در این گروه اسپانیا خرواتیا ایتالیا و آلبانیا قرار داشتند و اگر ما متوجه بگردیم به بازی همین گروه اسپانیا یکی از اون دستایی شد که در همین مرحله گروهی توانست نتیجه 100% رو نشون بده یگونه دسته ای یگونه بله یگونه دسته ای سه بازی گروهی سه غلبه نتیجه 100% خوب این رو شما چگونه میفهمونید در زمان لوئیس انریکه تو اداره کنی بود ولی در زمان لوئیس دی لا فوئنته تو اداره کنی معنا دارد و اون هدفمند و مقصدناک است. راستی گو روز اسپانیا کنونی ما رو به حیرت آورد. من هیچ انتظاری چنین بازی دست رو نداشتم. ابتدا ما نمیدونستم که از دلافوئنته چی رو میتوان انتظار شد. بله. از طرف دیگر باشد ما نمیدونستم که اون جمعی فوتبالزونی بنیاد جوانی دسته های گوناگون از ریال ساسیداد خوش از بیتیس از بارسلونا از ریال مادرید در یک جایی چی نشونده میتوان. چگاه در اسپانیا همچون توپ هماورد محسوب نمیده زیرا که دائما مقایسه میکنند با راول با داوید ویلیا با فرناندو تورس با اونها برابر نیست اما ببینید که لامین یامال از یک طرف نیکو ویلیامز از طرف دیگر خط نیم حافظه اولی جانوب من میگفتم که شاید در اسپانیا بازی کردن آسان تر بود برای آنها چون در دست های مقتدر بازی میکنند اما نه در چمپیونات اروپا نیز آنها بازی اولی جانوب نشان دادند کانورهای اسپانیا بنیاد پرقوت است. اونها میدونند بازی کنونی اسپانیا مانندی چی دارد. تو بیدار کنی گواردیولا جامی اکسل هجوم های آنچلوتی و هجوم های برقصه داره لوئیس انریکه. اومختگی هم همین با ما اسپانیا کنونی رو میدهد و نه تنها سه پیروزی اودی به دست آورد درست. سه پیروزی بواری بخش. ایتالیا دسته که چندو بعد نیست نفسگیر شده بود در رقابت مقابل اسپانیا. و تو یک هازل هم بود که پس از بازی مقابل اسپانیا دی لورنسو باید که با روانشناس مراجعه کند زیرا که اون تجاوزی که از سوی نیکو ویلیامز بود با آسانی به خود نمیاد این بازیگر برای من فوریا روخا یک سورپرایزی بسیار از لحاظ مثبت برای من است در چمپیونات اروپا من فکر میکنم که ببینید از روی دو عامل میتونم اینو بکنم منتخب اسپانیا حضرا ورسه منتخبی ریال مادرید است ببینید همان سازی بازیگران تجربه دار و جوان رو چگونه یک دسته متحد شده است که ببینید خط دفاع خط نیمه بازیگران پر تجربه بازیگران جوان کنار خط حمله بازیگران جوان بازیگران نورسی که یکی از شالکه در مکتب میخواند دیگرش اگر این منتخب نمیشد نیکو ویلیامز از صف اتلتیک بیلبائو اونقدر در بازارها و در ترانسفرها اونقدر حوزه‌دار نمیشد ببینید البته امورایی که نیکو ویلیامز نشون میده بهتر از لامین یامال است اگر مقایسه دو تا یک به یک کنیم و این به هم آمدن بازیگران جوان و پیر به قول پیر که در ریال مادرید خوب استفاده میشود این ورچا به فکرم یک موفقیت خاصه این تیم است و امید دیگران است که به نظر من ببینید پیشتر بودن مربیانی که
بیشتر توجه میکردند فقط به بازیگران ریال، توجه میکردند فقط به بازیگران بارسا، ولی که مربی نیترالی به خیال آمده است که بازیگران بهترین هم از این تیم جمع کرده است هم از اون تیم و اومن نفرانی را جمع کرده است که اومن در کورس ایتیوتی هم حیاتی را دارد که این دسته را میتواند به پورگی ایواز کنند. ما در بازی سیم هم این را مشاهده کرده بودیم. بله بله، مقابل آلبانیا پورا حیاتی ذخیروی اسپانیا در مادن بله استفاده شد، اما در نارد اینکو ویلیامز ایمون بک بخشش یک نکتر اندک فکر دیگر دارم، توجه به اینکو ویلیامز کم نیست، توجه به اینکو ویلیامز بنیویت کم نیست. نه نظر به لامین یامال تو این یورو کمتر بود اگر مخیص کنیم. نه اتلتیک بیلباو در فضای اسپانیا که از دسته هایی است که ترغیباتی کمتر دارد، اما ماز همین چیز میتواند سبب شود. سبب بدونید چی است که اینکو ویلیامز اونقدر مشهور نیست؟ دسته های پرقوترین از شمول منچستر یونایتد و دیگر دسته ها کی بود است که اینکو ویلیامز رو خریداری کردنی هستند، اما بسک ها یک فعل دارند تا با پول احتیاجات پیدا نکنند اگر بازیگر خود رو نمیفروشند. همین گونه حالت با برادر او کی بود، همین کار را که میدونند دسته ها کم توجه میکنند به اتلتیک بیلبائو. این یکی ویلیامز بهتر از شاید که از دادر خود بود، اما این یکی به هیچ جو نرفت در اتلتیک بیلبائو بود. میفهمند که مشکل است مذاکرات کردن با اتلتیک بیلبائو، اما اینکو ویلیامز همین موسم کسانی که با پریمیر اسپانیا توجه دارند خوب دیدند که یکی از بهترین بازیگران این جوان بود. بله، لامین یامال از سابی سین و سالش توجه با او بیشتر است که مکتب خون است، اما اگر صفتی بازی رو بگیریم اینکو ویلیامز بهتر است. ما زمان سیاست اینو درست که شما قید کردید افتریتت این بازیگران را قربان میکنند، ببینید وابسته به آنه که اینها به گفتشونید نمیروند یا که اومن آورای ترغیباتی سست و ضعیف برای موندش دست، این حال اومن ما اگر دیل خانفه را در بیرون پرسیم لامال یامین رو بیشتر میشناسند در قیاس با نیکو ویلیامز رو. این وابسته به است که او بسیار در ترغیب میشود، ولیکن در همین یورو نیکو ویلیامز منفیتی بیشتر دارد. ببینید برای بعد خصوص در تاجیکستان هم از اتلتیک بیلبائو دیده با بوزوی دسته بسون توجه بیشتر است و لامین یامال هم اون پیاره که میگیم او بیشتر دارد از نیکو ویلیامز. از این لحاظ البته این چیز طبیعی است که مهروار اشاره میکند که لامین یامال رو بسیار تر میشناسند، ولی در این چمپیونات اروپا ویلیامز خود رو با همگان شناس کرد و عین زمان دویره خیلی وسیع خود رو دوستورون این بازیگر رو میشناسند. خوب در این رقابت با حساب 1-0 منتخب اسپانیا غلبه خود را به دست آورد و اکنون میگذاریم به رقابت دیگر این گروه که در اون منتخب ایتالیا و خرواتیا بین هم رقابت کردن. خوب مهروار شما شوره این رقابت بودید، ایتالیا و خرواتیا چگونه بازی بود که چی کار کرد؟ شروع میکنم از اون که بازی پورا برابر گذاشت. قسم اول نسبتا جالب بود، ایتالیا میتونه توپ خوبی دوران میکرد تا دقیقه 20، اما بعدا خرواتیا تشبث رو بعد از گرفت، خرواتیا بهتر بازی کرد و در نتیجه اون پنالتی به دست آورد. پنالتی رو لوکا مودریچ اجرا میکرد، خطا انقدرش دونارو برگردوند و حتی پیش از اجرایش ضربه من قید کردم که پنالتی کار کردن خرواتیا معنای گل رو ندارد، زیرا که دوناروما در خط دروازه در پنالتی خوب میایستد. بله. و کاملا گفته های من درست هم برآمد. ضربه مودریچ رو میگیرد دوناروما، برای دوناروما که بار دیگر خاطرسان کرد با تمام دنیا که چی سطح دروازه‌بان است. خاطرسان شام که در سنی 17 سالگی اش دروازه‌بان رقم 1 میلان بود. این واقعا استعداد فوق العاده دارد. خوش مودریچ پنالتی رو اجرا کرد، نمیتواند دو دقیقه پاس یا بیش از یک دقیقه بود، مودریچ اشتباه خود را جبران کرد، کای با فوری بولی راه داد ایتالیا و مودریچ توانست که گل بزند. اما انتخاب سپالتی در هیئت اندک عجیب بود، او نهایت برگشت به شکلی که رتگی در هیئت اصلی بازی میکرد، نه اینکه سکاماکا. سکاماکا خیلی ضعیف بازی کرد در دو بازی، رتگی بازی خوبیشون رو ایستاده است. یعنی که ایتالیا این زمان پرابلم با حملهور دارد گروز. بله بله. و نداشتن یک حملهور معین، خو فراتز استفاده میشود، خو سکاماکا، خو رتگی. تصور کنید که ایتالیا منتخبی که از نسل های دل پیرو، از دسته که در آن کیروب فرانچسکو توتی در خط هجوم بازی میکردن، با یک دوره رسیده است که سکاماکا و رتگی زور هستند، زیرا که دیگر نیست حملهور در ایتالیا، یعنی که نفری که میتواند در منتخب بازی کرده تواند. از امین صبح در آخر یک تحلیل بسیار عجیبی رو من گوش کردم پس از رقابت، گلی ایتالیا تصادف نبود، گلی که در فرجام عراق در دقیقه 98 زده شد. خوش دفاعگر مرکزی وارد میشد با جریمه گوی رقیب، کیزا با کناری راست میرود و توپ رو انتظار نیست، تنها بازیگر با خود میکشد.
فضا خالی میکنند بازیگرانی خط دفاعی خروات مجبور شوند که واسه بازی کنند همینطوری خالیگی پیدا میشد پاس با کنار و ضربه اولی جناب در فرجام حساب رو یک بر یک میگرداند که این با فایده ایتالیا است و خرواتیا رو از ادامه مسابقه به نصیب میگرداند اشک های ملوک بود یعنی فضا خالی موند و ضربه زده شده این زمان اون به ما نشان داده میشود و باید گفت که ضربه خیلی اولی اجرا کرده شد بهترین ضربه بهترین ضربه با گوشه بالای دروازه یعنی یگانه از همه وریانت بهترین رو البته استفاده کرد و توپ رو توانست ببینید عادتا وقتی که دقیقه 90 و وقتی الوگی شروع بشود دسته باخت کرده است دست چیکار بشود پرتاب های به شمار با جریمگاه ایتالیا تا آخر به سر سیمگی ثانیه ها مونده بود او رو مونده حجوم خود تشکیل میکرد طریق مرکز کنار رو خالی موندن اینجا اشتباه بزرگی تانیشیچ بود که یک جا با دفاعگری مرکزی سوی دفاعگری مرکزی ایتالیا رفتن یعنی ببینید برابر حملهور باز دفاعگری مرکزی ایتالیا وارد شد که توجه یک نفر دیگر رو به خود جلب کرد همین طریق جای خالی پیدا شد البته ضربه زکانی اولی جانو بود یکی از گل های زیباترین مسابقه اما این یک عملکرد تاکتیکی اولی بود از سوی شاگردان اسپالتی بله خوب اکنون بیاید با گروه مذکور با گروه بی متوجه بگردیم دوستان ارجمند اینجا اسپانیا با 9 خول با نتیجه 100 فویزی از گروه میبارد ایتالیا با 4 خول دسته زینه دوم میشود خرواتیا 2 خول میگیرد از زینه سیوم و البانیا باشد 1 خول میگیرد از همین گروه خوب دوستان ارجمند اکنون میگذاریم با گروه دیگر گروه سی در اونجا خوب همکاران دسته سلوونیا دانیا سربیا و انگلیا قرار دارند در مورد بازی اخیر صحبت هم نکنیم گویم که می شود هر دو بازی صفر بر صفر بازی بی رنگ و نور بودن جنباز کردیدند و تنها همون موضوعی که البته این زمان همگان در مورد اون صحبت کرده شدند انگلیا چون اقتدار بزرگ در خط حمله دارد با بوکای اوساکا فیل فودن جود بلینگم هری کین و دیگران تو از ذاتی ذخیروی هم اگر مو نظر بندازیم حتی اون بزرگانی که دعوت نشدند اونها رو اگر بگیریم خط حمله خیلی پر اقتدار دارد منتخب انگلیا ولی بوزیه که این زمان گویا همگان از اون تونزه خستم شدند نوروزی هستند حتی هزلی است که از تلویزیون دیده با دیوار سفید از در طریق تلویزیون بوزی منتخب انگلیا دیده دیوار سفید رو نگاه کنی اون بهتر است خوب انگلیا نتیجه است بوزی خیلی بد و ضعیف مهم نتیجه است یا بوزی بد خطی دفاعتر قرار گیرد یعنی که بیشتر به پروی تخریب کاری مشغول شود برای چی است برای اون کس فهمون نیست ببینید ما مثال اگر اینجا صحبت میکنیم مخلصان میکنیم یا تماشا بینیم تلویزیون میگن که چیز رو نمیفهمید بخبر هستید اولی که کارشناسان بزرگ فوتبال انگلی هم تنقید میکنند این شکل صفت بازی رو البته نتیجه با دانیا و سربیا میشود ولی که سوال به من میبرد که آیا با دستای توپ مثل اسپانیا با چون بازی نتیجه میبیاد یا نه همین است مشکل خود انگلیا و البته در قیاس به دیگر مربیان چگونه یک بروز هم در برنامه پیشین اشاره کرد سعودی نتیجه بهتر نشان میدهد ولی که آیفون و رنگ نوکی بلین استفاده بردن هم اونقدر از روی منطقه نیست مقایسه بهترین گلوز مدونه پرابلم در اون نیست که فوتبال بی رنگ و نور نشون میده نتیجه به دست می آورد این هیئت می تواند که 5 گلی با سربیا هم زند با دانیا هم زند اقتدار لیکن دلیلا اقتدار هست اما فوتبال بزرگ نمیدونند که چیکار کنند در میدان یقین است بعضی از نفران که سابق فوتبال بزرگ هستند در هیئت منتخب تاجیکستان بازی کردند ما در بند در نظر دارم ابراهیم ربیوف رو دوستی نزدیکم است او مخلص اشدی انگلی است در مورد منتخب انگلیا هم صحبت کرده با او میگوید که من نمیفهمم که چی طور با چون هیئت فوتبال هجوم کرونا نیست دانیا فشار می آورد هری کین مجبور است که در دفاع بازی کند یعنی که بوکایو ساکا که در ارسنال بازی تمام دیگر دارد در انگلیا هیچ است خوش فیل فودن من میگم که برای چی فیل فودن ضعیف بازی کرده است دست تا رو باور کنید فیل فودن در منچستر سیتی تک هجوم کور است در مرکز بازی میکند بازی سازی مینماید در کنار او هیچگاه در سیتی بازی نمیکند در آنجا جرمی دوکو است در آنجا گریلیش است باسا در بعضی بازی بازی میکنه ولی اساسی نیست او وظیفه دریبلینگری تحقیق کاری دیو مونده عموما به عقل مرس نمیآید این فوتبال بجز از پرتوهای دیاگنالی دیگر کار نمیکند در بازی ها یعنی که خود رو معلوم است که ناراحت است میکند در همین موقع چرا میموند نفهمو وقتی که جرد بوون میتواند که اوسون در پهلوی دکلان رایس بازی کند خوش هری کین حمله‌وری که
در کجایی که نبود بله جایزه هم اگر به دست نبیارد اما بهترین 16 میگردد در انگلیه مشکل در بوندسلیگا اما با اون محافظه‌گران امکانهایی که خوبی گلزنی تشکیل کرده نمیتوانند برای این در مجموع من ساوت گیت رو نمیفهمم و یک نفر میتواند خاطرسان کند با ما که مجوز از فینال یورو 2020 گرد ساوت گیت با حیثی مربی چی دستوار دارد و دور نیم نهایی جون جهان برابر منتخب انگلیه نمان در نظر که مجوز از انگلیه مجوز از منتخب انگلیه کاروی دیگر او باز هم اونقدر خوب نبود. باز فوتبال باز هم تو در نیم نهایی چمپیونات اروپا برآمد. در حیات ذخیره‌ای بود گوروز. ساوتگیت فوتبال اساسی انگلیه نبود. نه فوتبال اساسی انگلیه بود. اون شکست خورد اینجا شکست. او حتی در پنالتی و در رقابت با در سال 90 در رقابت با منتخب اولمو پنالتی رو نمیزند و با همین منتخب انگلیه از ادامه راه مبارزه بعد از دور نیم نهایی بنسی میگردد. با فینال نمیبرد. با ای بی قبول. کدام بازی انگلیه را شما خاطر رسان شده میتواند که در همونجا فکرانی و عقیده های بهترین گرت ساوتگیت نتیجه داده؟ نه اصلا این گفته های شما جو دوران نکن گپ سر دیگر چی میرود گپ سر نتیجه درست گپ سر با من هم پیسا نیست بازی منتخب انگلیه گروز با همین حیات انگلیه مرو سرمربی موند انگلیه از گروه میبرد از این حیات بهتر هم بود از این هم حیات بهتر دوست انگلیه خوب اون زمانی که وین رونی بود ستیون جرر بودن فرانک لمپارد در خط نیمه بود دیگر اونری و فردینان از اینو بهتر بودن ولی اونو قطع از گرون هم برامدن با بوزی اوجم کرونه ای خود اون حیات حیات سیتورا ریزه بود اما همچون دستم متحد یکانه نبود خط دفاع اونقدر پرقوت نبود. این دسته متحد است. خط دفاع پرقوت نه متحد است. گفتنی هستم که کاری بهتری ساوت گیت دارون است که فضای خوب این زمان حکم فرماز در دسته. یعنی که بین بازیگران یک اتفاقی است یک دوستی و رفاقت است. انا این کارو کرده توانسته. خود اومدن کین به خط دفاع خوب است. بله. اگر رونالدو میشد عمان نمی اومد. بعد با رکلام و تبلیغات داده نشوید. بکخم بازیگری بزرگ نبود هیچگاه. نه من بکهم در نظر شما نسل همون رو گفته است نسل اون رو گفته است بغیر از بکهم اونجا بزرگ اونجا با استیل یک گلا بزرگی دیگر بهترین بود کی بود رکلام رو در نظر بود او خایس جرارد لمپارد دو فوتبال است که کاملا در یک وظیفه بود در نفر بود که هول مورای حتی در خط هجوم هم بگیریم نه این فکر شما کاملا درست است از این دسته هم دست منتخب انگلیه بهتر در همه دور زمان داشت انگلیس ها همیشه فوتبال بازان خوب داشتند همیشه ولی با اون بازی هجوم کردن که شما میگویید اونها از گروه نبر اومدن از گروه نبر اومدن ولی گرت ساوتگیت با همین بازیگران که اینها هم بازیگران بهترین هستند علاوه بر در خط حمله دسته رو در دو مسابقه قبلی به در نیم نهایی میبرد بعدا در مسابقه قبلی ایورا به فینال میبرد با همین شکل بازی مثال به شما مثال فکت دلیل از روی امور ایکس جی که این زمان در فوتبال خیلی مود خیلی ترند است بهترین دسته در دور گروهی کدام دسته است برای مثال من به شما میگم خرواتیا خرواتیا بهتر خرواتیا از ایتالیا بهتر خرواتیا خرواتیا بهترین دسته از حساب امور ایکس جی است 5 اصلا 5 دارد در مرحله در مرحله گروهی در مجموع بهترین دسته است از روی امور ایکس جی اگر بگیریم انگلیا حتی از کلان امباپه پستر میافتد حتی از یک بازیگر ولی منتخب خرواتیا اکنون بور خود را جمع میکند به خونه اش میرود منتخب انگلیه رسیدن منتخب انگلیه باشد به دور نوبتی میبرد و در اونجا هم اونها فکر دارم اونجا هم غلبه میکنند به دور نوبتی میبرند شما بهتر از انگل روز اما بیت مو انگل رو مقابل یک دسته اندک بهتر ببینید دیدم واقعا نتیجه بهتر نشان دادن است بازی که در سال 2021 بودن در چمپیونات اروپا دانیا اونجا بهترین بازی کرد عین زمان اما بازی رو آفریقا برای مثال نشان داده ایشود است اما درست گذاشتند با بوزی بسیار هم بعدم باشد با بوزی دفاع کردن باشد ولی دانی رو این زمان همه فراموش کردیم انگلیا رو در خاطر داریم که به فینال برآمد دانی رو کی فراموش کرد من نه دانی رو این چیز انگلیا دانی سنسات اساسی یورو بود در دازور بله اما به فینال کی برآمد انگلیا ولی کی نظام بیشتر ایتالیا رو نگاه می‌دارند برای که قهرمان شده بود بله درست 100% و ایتالیا هم تو بوزی دفاع کردن داشت خب انگلیا با چنین بوزی به نظر شما تو کجا می‌رود من پیش از با شما سوال دادم من میگم انگلیه با چنین بازی تا دور نیم نهایی به اصطلاح مینیمم میرود
بیاید اگر امکان باشه یک دفعه هول سدکی مسابقه رو ببینیم. اگر کی خوب است کارگردان خواهش میکنه که سدکی مسابقه رو به ما نشون بدن، سدکی که ما میتوانیم به اون متوجه بگردیم. خوب مرحمت رقیبونه که میتوانند با منتخب انگلیا در مرحله نوبتی به عرصه رقابت بیاید. زمولن اسپانیا و آلمان سخت اومد میکنند با انگلیا، چون این هم درست سلاوینیا رو گذاشتن چندان مشکل نیست برای این تیم. هم درست بعدا خواه شویتسریا خواه ایتالیا از روی هیئت گویم فعلا برابر با انگلیا نیستن، از روی هیئت، اما از روی بازی ایتالیا بد نیست. بله ایتالیا بد نیست، پرابلم های هموار رو حال کن، اگر همه خوب بشود هریکین رو با ایتالیا برن هریکین رو با ایتالیا برن و باز هم گپ سری ادامه می رود که در مرحله نوبتی که علاقه نیم نهایی می شود. بله از آن سو کی مقابل اونها می تواند بازی کند؟ نیدرلند رو می افتد. خب با هر صورت نیدرلند و رومانیا، آفریقا، ترکیه، باز هم یعنی که دو قسمتی نموزینات ما دیده ایسود در اون طرف، در اون طرف جنگ سخت رفته ایسود یک نیست. اسپانیا، دانیا، آلمان، پرتغالیا، فرانسه، بلژیا، بله توپ دسته های اروپایی. قسمت پایینی رو میبینیم اینجا بجز انگلیا، ایتالیا، نیدرلند رو من با تمام احترام علی زمان دسته توپ نمیشمورم، اون حیاتی که دارد. آوستریا، آوستریا بودی خوبی شده است. بهترین بودی. هنگامی اساسی است. به هر صورت اگر با اون طرف سرک نظر بندازیم، با این طرف سرک نظر بندازیم، دسته های بهترین در اونجا است. همه قوی و بلو رفتن، اینجا تنها انگلی است. از اون دسته هایی که با تمام معنای فوتبالی توپ شمرده می شوند. از روی نام بله، اما اگر صفت بازی رو نظر کنیم برای مثال آفریقا بهتر است، هم از فرانسه، از روی صفت بازی، هم از بلژیا. بله از روی صفت بازی من هیچ جای بحث ندارد، آفریقا اینجا از انگلیا بهتر است، از ترکیه بهتر، از همه دستهایی که در این طرف سیت هستند بهتر هستند. خب بازی دیگری که در گروه مسکو صورت گرفت، اونجا هم 0 بر 0 جام باز گردید، دانیا و سرب بازی کردند، اون را خودم 0 بر 0 شد. و از کارگردان خواهش میکنیم که گروهی مسکورو گروه سی رو به ما نشون بدهند. خوب انگلیا 5 خول دارد، دانیا 3 خول دارد، سلوونیا 3 امتیاز و سربه باشد بود امتیاز در زینه آخرین قرار میگیرد. میگذاریم به گروه دیگر، گروه دی پولشا، نیدرلند، آفریقا و فرانسه در این گروه هستند. از این گروه ما با یک بازی متوجه خواهیم شد، این نیدرلند و آفریقا است. بازی که سرگل شد، اصلا بازی سرگل در این چمپیونات اروپا از چی باشد که تا نوزه گویم چیزی نودیر است. بخاطر می اورم در هول گرمانی شتلاندیا 5-1 و 3-2 نیدرلند آفریقا رو، دیگر بخاطر من هم نیست، 1-1 1-0. همچنین من این است گروز که همه فوتبال بازی کردن رو یاد گرفتن و حتی در خط دفاع بازی کردن رو یاد گرفتن. خوب پولشا و نیدرلند، خوب نیدرلند و آفریقا، از آفریقا چی رو انتظار شدن ممکن است؟ نیدرلند معلوم خوب دسته ای که انانوی بوی فوتبالی دارد. از آفریقا چی رو انتظار شویم؟ آفریقا دانیا سال 2021 بودم میتونه تو دو نیم نیو ایراق بوزی زیباترین دارد. من راستی گپ از بوزی منتخب آفریقا حلوات بردم، بهترین بوزی، بهترین پرسینگ. آفریقا با فکرم میتواند رفتن تو مرحله نیم نیوی و اون درد سری آفریقا میتواند باز همون اتوبوس انگلیس شود، هرچند که برای ما معقول هم نیست، ولی که ببینید این ها یک گل ممکن زنند و بعد اتوبوس مونند که این هم دیگر عمر بود میرود در خط دفاع میشیند، همین خیلی دیگر نتیجه ممکن باز همون نتیجه زید خواهی شما به طرف انگلیا تو پرد. ولی که اگر که در برای کیفیت جالبیت و بازی زیبا، بازی سرگل ما حرف زنیم، آفریقا واقعا مخلصان زیاد پیدا کرد، همه را بواج دوارد. ببینید در گروهی که ما نیدرلند و پولشا رو یکم و دویم خیالان تصور میکردیم، آفریقا دیگر هیچ کس رو گبزنی نموند. آرناوتوویچ که برای اینتر عموماً در کار نبود، ببینید علاکای نبر آمدن او در حیط اساسی در بازی اول خودش رو خود مربی پای برد که اشتباه است، دیگر در بازی دوم سوم از حیط اولیه به میدان آمد و چقدر بازی خوب نشان داد. اینا آفریقا حلالشون بود اگر اینا تا فینال هم روند، بسیار نقض میشود. روزی هستم بله خسته شدیم از دیدن پرتغال، فرانسه، دسته های معمولی در رقابت های نهایی مسابقه انگلیا. میخوام یک هنگامه رو باشد، میخوام یک دسته کم سیتوره در فینال بوزد، بازی زیبا باشد، برندی افتر بله بازی زیبا باشد. راستی فوتبال پرگماتیکی سالهای اخیر دلگیر کرده است ما رو، همچون مخلص فوتبال، زیرا که بله مربیان و دسته ها پروای فکری نه ما دارد نه کیفیت تماشا از ما، اما اونها در فکر نتیجه هستند. بله. اون گفتم است که با فکر من این چیز بتواند تاثیر رساند در آینده با تعداد مخلصان برای این رشته ورزش، با ایمیج فوتبال، با ایمیج فوتبال. برای مثال برای چی در ایالات متحده آمریکا ساکر
یا فوتبال فوتبال میگیم مثلا سوکر برای چی فوتبال نه رقم یک است نه رقم دو نه رقم سه میگن که مخلصان وقت صرف کرده میبینن در 90 دقیقه یک یا دو گل میبینن در بسکتبال و حکی باشد دائما هجوم جانب یک دیگر است در فوتبال آمریکایی هم کنی امتیازگیری به خیلی زیاد است بسکتبال امتیازگیری زیاد دارد برای این چیز میتواند که آینده با نسل های جوان تاثیر است اونها مهریه به فوتبال کمتر شود اونها مایل به دیگر رشته های ورزش باندند بله این گفته وجود دارن واقعا هم وقتای خیلی اون بازی دفاع کرونه که برای نتیجه البته سرمربیان اون رو پیشه میکنن تو نوزه مخلصان رو دلگیر میکنن و البته 90 دقیقه و حتی بیش از 90 دقیقه بازی بازی تو 120 دقیقه تو پینال میروند تو نوزه خسته میگردن چون اگر ما سالهای قبلی و بازی رو بخاطر رو رین که چیمونه یک دسته پنج گل میزد دسته دیگر چور گل میزد سه بار چور چور بار سه دو بار سه مثال گروز بتاو گفت که ریال مادرید خط دفاع بین پرکوان دارد در دفاع خوب نشسته میتونم اما با اکسوزیو چی گونه میگذارم یعنی که دلگیر نیست بازی دست اگر چاستی بعضا دفاع خوب میکنه بازی با نیزوم میکنه با نیزوم بله حجومی پرقوات خط دفاع یعنی که همه چیز در موازنت است ما نمیتونیم بگیم که افتوبوس میگذارد یا بگیم که پرا دسته وجود پر نیست همه چیز برابر یک بازی دیگر در این گروه با اشتراک منتخب های فرانسه و پولشا صورت گرفت یک بر یک جنبه شد تنها یک سال در مورد فرانسه میدیم و میتونم خیلی کوتاه جواب بگردانید با فرانسه چی شده است در سه بازی گروهی من اگر خطا نکنم یک گل زدن یک پنالتی کیلیان امباپه زد فرانسه که از خیلی ستاره های زیادی دارد و در خط حمله چگونه بازیگران زیاد دارد دیشم سه فوتبال بازی خط نیمه های تکیه گویی به میدان وارد مگرداند همه این از چی درک میده چی شده است چی گپ است این نسلی فوتبال بزرگ اوکی در تنزل است تنها باید بیارید تجربه اسپانیا را بروز که یورو چمپیونات جهان یورو فرانسه باشد فینال یورو اگر فینال چمپیونات جهان فینال یورو فینال نه فینال یورو فینال چمپیونات جهان در یورو با فینال یورو غلبه در چمپیونات جهان و فینال یورو فینال چمپیونات جهان و فینال چمپیونات جهان بله یعنی سه مسابقه بزرگ پیام در یورو ناکام شدن اکنون از همون 2018 تا این جانب حسن توخل موندن بازیگرانی که در حیات هستند بله بازیگران نسل جوان متاسفانه با اون سطح بازیگران که قبل آمدن در راسته نیستند بله کلموانی دیگر بازیگران جوان البته بازیگران مهیر جلب شده اما تجربه کم است دیده داشتن باشد فکر کنم حالا پیدا نکرده است همون بازی یگانه خود را نفهمیده است که چی طور از همین یک جزهای یک کنستروکسی یک ساختی معین را تشکیل کند و نتیجه بیدید دسته و نبودن کیلیان با پیرام البته می توانیم که پس از اون اوسب قید کنیم بله این از فکر کنم ضعیفیت ها فکر می کنم در قیاس با اسپانیا اگر گیریم ببینید در اسپانیا اکادمی بزرگ لامنسیا استعداد تامین می کند اول لیکن استعداد های نو در قیاس با اون منتخب در فرانسه نمی رسند کمی می کند و خودی اون تاثیر رسانی مباپه البته خوب است ولی از جانب دیگر اونه که او خود را به قول بسیاری بد لیدر می گیرد و در فوتبال گروهی دست جمعی یگانگی خود را بیشتر نشان دادن می گیرد البته تاثیر خاصی رساندن می گیرد بیایید ما قیاس کنیم در بازی اول مباپه بود از دست شگون که نامد مایل در بازی دیم بینیش رو شکستن ولی در بازی سیم هم باز هم یگون تحصیل فرودی هم نرسونه با بازی و من اگر ما با بازی فرانسه و انگلیه رو منظر بنازم یک چیز در بازی هر راسته دیده می شود هنگامی که توپ در پای فرودوزانی که از کنار هستند و باشد هیچ کس در اون مفقه که مفقه گوزانی می گویم هیچ کس در همون نزدیکی رو خواهر ندارد و کلان امباپه در چند حالات توپ رو گرفت مجبور شد که خود ضربه زند چون در بخیر جریمگاه هیچ کس در مفقه گول زدن ندارد و امباپه البته بعدا در این رقابت هرچند در یک روز به ثمر رساند این بازی رو میشه یک بر یک جنباز کردید خوب دوستان ارجمند بیاید اکنون متوجه می شویم به جدول گروهی مذکور گروه دی اینجا آستریا زینه اول را میگیرد 6 خول فرانسه 5 خول در زینه دوم است نیدرلند 4 خول در زینه سوم و پولشا باشد یک خول میگیرد و در زینه آخرین قرار میگیرد اونو بعد از دور دوم گروهی الکی از گروه غلطیدند خوب میگذاریم به گروه ای در اینجا بلژیک اسلوواکی رومانی و اوکراین قرار دارند در حال از کارگردان خوش میکنیم که جدول گروه را به ما نشان بدهند که اونجا یک زبوگی به نظر میرسد همه دسته ها چرخولی دارند رومانی بلژیک اسلوواکی و اوکراین اوکراین بیچاره یگانه دسته می شود در تاریخ فوتبال اروپا که چرخول میگیرد و از گروه نمیبرد در حالی که دست خودم دو خولم از کرو برام میدونید گروز چی خلال برای شخصا من آلاموار بود دیروز وزیر رو شهر میدودم اوکراین و بلگیا از بلگیا سختر بود
باور کنید از روی صفت بازی با مراتب اوکراین بهتر بازی کرد. تنها اون فاجعه مقابل رومینیا رو ما فهمیدن نمیتوانم که چی شده بود با اوکراین، اما در مجموع اوکراین دسته بود که مثال بگیریم از سلواکی ارزانتر برای برآمدن از گروه، از بلژیک هم ارزانتر بود، از رومینیا نه. رومینیا بسیار بازی خوب نشون داده استفاده است. خوش مقابل بلژیک اوکراین با بدون دو بازیگران اساسی کناری به میدان برآمد، میخائیل مودریک نیست و ویکتور سیگانکوف، اما در نبودن آنها نیز اولیجانوف بازی کرد. راستی من حلاوت بردم از بازی دو حمله‌وران آرتیوم داوپیک و رمان یریمچوک، چقدر خوب اونها مبارزه میبرند و پنج دفاعگر میگذارد سرمربی اوکراین. یعنی میفهمد که مقابل بلژیک خوب نیست، بازی کردن با چهار دفاعگر خطرناک است، برای پنج دفاعگر میگذارد، اما این بازی دفاعکارانه اوکراین نبود. بله، این فوتبال خوبی با یک انتظامی معلوم. بلژیک کوشش میکرد در ابتدا فشار بیارد، اما دفاعگران مرکزی اوکراین چیکار میکنند؟ توپ رو میگن سوی دوف بگو یریم چوک میپرتند، اونها توپ رو قبول میکنند و هجوم تشکیل میکنند. بلژیک خوب درک کرد که با چنین بازی مقابل اوکراین نمیتوان نتیجه را به دست آورد، در حال گذشتن با خبرشینی به نیمه میدان خود. لوکاکو دوکو پورا خورده شدن از جانب دفاعگران، دوکو یگان کار کرده نتوانست، یک نفر را میگذارد دو نفر دیگر پیدا میشود، چون احساس میشد در میدان که گویا بازیگران زردپوش در مراتب بیشتر در میدان بیشتر هستند. بله، یریم چوک امکانات خوبی گل زنی داشت در نیمه اولی رقابت، اما خواست که پاس بدهد به دوبی که در موقع قوی‌تر است، پاسش خوب اجرا نگردید در حالی که موقع ضربه زنی بود. بازی بین سوستی دبرینه بود، یگانه کاری که از هوا خوب کردن همین ضربه اش است که از پهلوی یک نفر که در دیوار دفاعی زده بود غیر انتظار ضربه را اجرا کرد. در نزدیکتر به انجام رقابت باشد، سرمربی اوکراین بازیگران الکی نفرانی که میتوانند خط اجرا قوت‌تر کنند به میدان ورود کرد، از جمله رسلان مالینوفسکی را. اوکراین میتوان، این امکاناتی است که من قید کردم، یعنی یریمچوک میتوان ضربه زند اما پاس میدهد به دوفبیک. باید که از تکانی ایتالیا میاموخت چگونه ضربه زدن را. اگر تو برو توپ بدهد شاید که میدار آمد، کی میداند؟ گپ سر سرعت نمیره، نه اینجا باید با پای راست، اگر ضربه زدن میشه با پای راست پرتافت و جانبی نفری که باید ضربه زنید. نه در مجموع پاس آید چند خوب جنو نکرد، یعنی اوکراین با بوزی زیباترین با گرفتن چهار امتیاز ترکی مسابقه میکند. البته از یک طرف موس هم دسته تاریخی میشود به چیزی نشون داد، اما من نمیخواستم که اوکراین در همین مرحله بازیاش به انجام برسد، زیرا که اونها ارزانه بودن که در پلی آف بازی کنند. خوب دوستان ارجمند، در گروه مذکور البته گویم همه دسته چور خود را گرفتن و طور اشاره کردیم دسته اوکراین حتی با گرفتن چور خود از گروه نبرآمد. بار دیگر با توجه می شویم بوزی دیگر همینجا با نتیجه مساوی جنباز کردید. رومینیا چور خود میگیرد، بلژیک چور خود، سلواکیا چور خود، اوکراین هم چور خود و این سه دسته یعنی رومینیا، بلژیک و سلواکیا از گروه برآمد توانستند، اوکراین ترک مسابقه میگرداند، ترک مسابقه میکند. خوب با گروه F، با گروه آخری نکنم، متوجه میگردیم ترکیه، گرجستان، پرتغالیا و چخیا در این گروه هستند. بازی آخرین برای منتخب ترکیه، اونها لکای با اشغال زین برای منتخب پرتغالیا، اونها لکای با دو غلبه که پیشتر به دست آوردن از گروه با اشغال زین اول میبرآمدند، نو به نتیجه بازیایی که در دور آخرین صورت میگرفتند. و رابرتو مارتینز اصلا قبلا در منتخب بلژیک همچنین کار رو میکرد، یعنی اگر از گروه لکای برآمده بود منتخب بلژیک هم در چمپیونات اروپا هم در چمپیونات جهان در بازی سوم حیث ذخیره‌ای رو به میدان وارد نگردند. و در اینجا ما همین چیز رو مشاهده کردیم که مارتینز غیر از کریستیانو رونالدو و دیگو کوشتا در روزمون و یک حملگر دیگر با پرگی فوتبالبازان ذخیره‌ای به میدان وارد شدند. ولی پرتغالیا معلوم است، پرتغالیا برآمده بود. میخواستم در مورد گرجستان کمی صحبت کنیم. گرجستان رو چگونه میتوانیم بفهمونیم؟ دسته ای که واقعا هم بازی ارزنده در نوسته به نتیجه که در دو دوره اول شکست با سه بر یک از ترکیه، مساوی با چخیه یک بر یک و غلبه بر پرتغالیا. در اولین اشتراک خود منتخب گرجستان با مرحله پلی آف در چمپیونات اروپا میپراید، بر عوض چی؟ بر عوض باوری به خود، بازی خونسردانه در خط حمله و اون سیوی که ماماردشویلی نشون داده بود واقعا مبینه، در هر چند روز در نهایت ذخیره هم پرتغال داشت، ولی اون سیوی که در روزبان گرجستان کرد، اون ضربه که بختی رونالدو آمد نکرد، وقتی گل زنی
عمان این چیزو به درد اونو خوردن ولی اصلا گروهستون رو باید تعریف توصیف کرد ببینید در اولی مشکل فکر علاقه شکست دادن پرتغال اونجا دیگه در تاریخ نمیگن که حیات ذخیروی بود اونجا فقط میگن که پرتغال را برید این یک ذخیروی پرتغال مزار کنید حیات پرقوات بود حیات پرقوات بود بله و اونها رو در اومد دیگه اشتباه یک بوزینگر برای اونو گفت بود ببینید انتونیو سیلوا در خط دفاع پنالتی میاره دو بار اشتباه کرد دو اشتباه کلیدی و دو گلی کلیدی منتخب گرجستان بر زمین ببینید منتخب گرجستان در دفاع هم خوب بازی کرد دروازه‌بان برایشون سخت خدمت کرد ولیکن ما در باره ندو گل نزدن خویچا گفتیم ما از همین گلی بر وقته خویچا با استفاده از مهارت انفرادی توانست برای اونو کمک کند اونو بر وقت گل زدند خوب دفاع کردند و بعدا از اشتباه حریف خوب کار گرفته توانستند بله درست و باید گفت که روی راست خویچا کوارتس خیلی در دو بازی اول خیلی بد بود ضعیف بود خیلی ضعیف بود و در همین رقابت که علاقه در دقیقه دوم خویچا گل زد به باوری بخشید و او اولین بازی بهترین خود را در همین چمپیونات اروپا گذراند خیلی عالی بازی کرد و البته بعدا جورج مکالتادزی هم باید اشاره کرده شد بازیکن دسته میسی فرانسه که علاقه بهترین نشان زن چمپیونات اروپا از گرجستان کی پیشگویی میکرد بهترین نشان زن است با سه گلی که به ثمر رسوند اما دو گلش از پنالتی هستند ولی این گیم کلا تنها جزئیات است با سه گل او بهترین نشان زن در همین مسابقه میباشد خوب با حساب 2-0 دوستان ارجمند منتخب گرجستان بر پرتغال غلبه به دست میآورد و دسته مذکور بعد در نوبتی میبراید میتوانیم اکنون با جدول گروه مذکور با گروه اف هم نظر بیندازیم دوستان ارجمند که در بازی دیگر منتخب ترکیه با حساب 2-1 غلبه خود را به دست میآورد در دقیقه 94 جنگ تسون گل غلبه را به هدف رساند پرتغال 6 خل زینه اول ترکیه 6 خل زینه دوم گرجستان 4 خل در زینه سوم و چخیه تنها یک امتیاز میگیرد آنها در زینه چهارم قرار میگیرند خوب اکنون دوستان ارجمند بیاید متوجه بگردیم به اون دستایی که زینه سوم رو گرفتن و توسط زینه سوم روی خود رو هموار میکنند به مرحله نوبتی اینها دستای مذکور میباشند در مجموع از 6 گروه دستای مذکور در زینه سوم قرار گرفتند نیدرلند گرجستان سلوواکیا اسلوونیا ونگریا و خرواتیا نیدرلند گرجستان و سلوواکیا 4 خولی دارند اسلوونیا 3 امتیاز دارد و ونگریا با 3 خول خرواتیا با 2 خول از توسط زینه سوم از گروه نمی برایند. یعنی 6 دسته زینه های چهارم و 2 دسته زینه سوم که اینو ونگریا و خرواتیا هستند از گروه نمی برایند. ونگریا و خرواتیا اکنون روی خود را در این چمپیونات با انجام رسانند. تنها به سیدکه مسابقه یک مرتبه دیگر نظر می اندازیم. متوجه می گردیم دوستان ارجمند که در قسمت بالای سیدکه واقعا هم دستای بهترین اونجا قرار دارند و بازی بهترین و شدید مورو ماز در اون قسمت جدول خوب انتظار هستند و در قسمت دوم جدول هم اینجا هم البته طور پیشتر اشاره کردیم انگلیا و آستریا دستای خیلی خوب هستند. فراموش نمی کنیم که ترکیه هم در مسابقه مذکور بازی بعد نشان نداد و البته از دسته مذکور هم بسیار چیز را می توان انتظار شد. خوب دوستان ارجمند بازی های مرحله هشت‌شکنی‌های از 29 ایون تا 2 ایول صورت میگیرند و دستایی که به در نوبتی میبرند 8 دسته تنها بعد از تمام شدن این مرحله به ما معلوم خواهند شد. من تشکر میگویم به مهرور کشور به ایمون بیگ شادی بگزود که در برنامه ما شرکت کردید و با اندیشه‌های خود برنامه ما را باز هم جالب تر کردید. دوستان ارجمند در همین جا برنامه اروپا افروز به انجام میرسد تا برنامه نوبتی خیر خوش میکنیم. من گلروز خانم‌زاده بودم. خیر تنسیت و خانم بود باشید.